بسته دهبندی حمایت فوری از بازار سرمایه ابلاغ و از امروز اجرایی شد. طرحی که خروجی جلسات مقامات عالی رتبه اقتصادی بوده. مهمترین نکته این بسته بیمه سهام اشخاص حقیقی تا سقف 100 میلیون تومانه. قرار دولت به شما تضمین بده که پورتفوی شما رو با 20% بالاتر از ارزش روز بخره. یعنی چی؟ اگر شما در انتهای روز معاملاتی 4 آبان 1401 یعنی چهارشنبه هفته گذشته تا سقف 100 میلیون تومان از سهام بازار بورس و فرابورس، البته بجز بازار پایه داشته باشید و تا یک سال دیگه اونو نفروشید، دولت تضمین میکنه که سال آینده اختلاف قیمت پورتفوی شما رو با 20% بالاتر از ارزش روز 4 آبان به صورت نقدی پرداخت کنه. حالا اگر بعد از یک سال شما بیش از این 20% هم سود کردید، اوراق تبعی دیگه ارزش نداره چون شما سود بیشتری کردید. این بسته غیر از این 9 بند حمایتی دیگه هم داره. اما بسته 10 بندی فوری حمایت از بازار سرمایه چقدر میتونه برای این بازار مفید باشه؟ اثر اون روی اقتصاد کلان و تورم کشور چیه؟ اینجا در استودیو اکو ایران علی سعدبندی اقتصاددان پاسخ میده. آقای دکتر، از منظر بازار سرمایه ابتدا بفرمایید که این بحث چقدر میتونه به نفع بازار سرمایه باشه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و سهامداران عزیز و بینندگان عزیز این برنامه. بله، مجدداً بسته ارزش شد برای جلوگیری از ریزش در بازار سرمایه همون منتالیتی و طرز تفکر گذشته که در طی 2-3 سال گذشته بر مدیریت بازار سرمایه حاکم بوده، مجدداً در این بسته تبلور پیدا کرده و واکنش امروز بازار نشون میده که این بسته به نظر من نخواهد توانست اعتماد عمومی رو به وضعیت بازار سرمایه و وضعیت مدیریت بازار سرمایه بازگرداند. دلایل متعددی هست که اگر سوال بفرمایید در خدمتتون هستم و پاسخ خواهم داد. بله، یکی از ویژگی های این بسته که حالا اعلام شده و خیلی روش تمرکز شده، اون مشخصا بند اول این بسته 10 بندیه که مشخصا به موضوع بیمه سهام اشخاص حقیقی میپردازه. شما نظرتون درباره این چیه؟ این چقدر میتونه، در واقع دولت میاد تضمین میکنه که سهام افراد رو 20% بالاتر از ارزش روز خریداری بکنه، این در واقع سهامداران هم باید اوراق تبعی بخرن، این فکر میکنید چقدر میتونه مؤثر واقع بشه؟ چون یکی از مهمترین بندها هست که روی اون تمرکز شده. بله، درست میفرمایید. این راهکار اگر به درستی اجرا میشد در برخی مواقع میتوانست مفید باشه. حتی این پیشنهادی بود که خود بنده 2 سال پیش مطرح کردم، منتها بدون مشورت با بنده متاسفانه به یک نحو دیگری در بازار اجرا شد و هیچ وقت هم موفق نبود. ببینید، ما دو نوع راهکار برای مدیریت ریسک بازار داریم. یکی راهکارهای منشعب از بازار، یکی راهکارهایی که سیاستگزار از بیرون از بازار ممکنه اعمال کنه. ترکیب این دوتا با همدیگه، یا اینکه اگر سیاستگزار تشخیص نده این دوتا رو از همدیگه تفکیک نکنه، میتونه واقعا مضر باشه و نتیجه کافی رو به بار نیاره و حتی برخی از اوقات میتونه به ضرر بازار تموم بشه که خدمت شما عرض خواهم کرد که در همین چند بندی هم که هست متاسفانه راهکارهایی در گذشته اعمال شده که به ضرر بازار بوده. اما ببینید، وقتی که شما میخواید سهام رو بیمه کنید و هدف در این بیمه سازی بازار این بوده که افراد خردی که در بازار حضور دارن آسیب نبینند، برای همین هست که تا سقف گذاشتن، سقف 100 میلیون تومان. اگر که این راهکار از بازار بیرون آمده بود، هیچ وقت سقفی نمی داشت. اینکه سقف داره گذاشته میشه، یعنی به عبارتی احتمالاً داره سوبسیدی داده میشه، احتمالاً نگرانی وجود داره از اینکه پولهای بزرگ وارد در واقع این ابزار بشن و از این ابزار استفاده کنن. به نظر میرسه که راهکار خارج از بازار هست. از جایی باید منابع این تأمین بشه و اون منبعی که منابع رو تأمین میکنه ممکن هست که متضرر بشه، همونطور که در گذشته در نیمه دوم سال 99 هم این راهکار ارائه شد و کوچکترین توفیقی نداشت. حالا چرا کوچکترین توفیقی نداشت؟ یکی این که
این مسئله اعلام شد به بازار که ما سهام شما رو بیمه میکنیم، ولی به درستی تبیین نشد که شما باید اوراق تبعی خریداری کنید. یعنی در واقع یک حالت ژورنالیستی داشت، بیشتر در صدد این بودن که در واقع، حالا اگر هم این نیت رو نداشتن، ولی به هر حال فقط در میدیا این صحبت ها مطرح شد، ولی در عمل دیدیم که تعداد افرادی که استقبال کردن از این طرح بسیار پایین بود. اون هم عرض کردم چون بسیاری از افراد اطلاع نداشتن. حتی بنده به عنوان مشاور اقتصادی خیلی وقتا من پیام های دریافت میکردم که مردم میپرسیدن که آیا سررسید این بیمه های ما نرسیده که ما سهاممون رو به ارزش سابق بتونیم ارزش رو حفظ کنیم. و من عرض میکردم اگر شما اوراق تبعی رو خریداری کردید، و این بندگان خدا میگفتن نه ما این اوراق رو خریداری نکردیم. بنابراین یک مسئله این هست که در واقع اگر قرار هست که افراد بیمه بشن، باید به صورت خیلی گسترده به افراد اطلاع داده بشه که این اوراق رو خریداری کنن. توصیه بنده این بود که منابع از جای دیگری تأمین بشود و به عنوان یک ابزار سیاستی سهامدار خرد بیمه بشود، یعنی به صورت خودکار بیمه بشود، نه اینکه در واقع سهامدار بیاد و اوراق تبعی رو خریداری کنه. اینی هم که الان ارائه شده اصلا اوراق تبعی نیست. اوراق تبعی، اوراق مشتقات، این خصوصیاتی که در بازار سهام ما داره دنبال میشه اصلا این خصوصیات رو نداره. البته شیطان در جزئیات است، من نمیخوام بهش بپردازم، ولی مثل بقیه پیشرفت‌های بشری که ما این پیشرفت‌ها رو میگیریم و در کشور خودمون به ابتذال میکشونیم، متاسفانه اوراق تبعی و کلا مشتقات هم در کشور ما و در بازار سرمایه ما به چنین سرنوشتی متاسفانه دچار شدن. نکته دیگری که در این در واقع ده بند من باید اشاره کنم این هست که متاسفانه سیاست‌های نادرستی که مدیریت بازار در گذشته برای کنترل بحران در پیش گرفته بود، متاسفانه آثار منفی خودش رو ظاهر کرد. و یکی این بود که صندوق‌های درآمد ثابت رو مجبور به خرید سهام کردن. این سیاست کاملا غیرقانونی و کاملا خلاف عقل و خلاف شرع بود، ولی متاسفانه صورت گرفت، مداخله شد در واقع صندوق‌های درآمد ثابت که اینها در واقع امانت مردم نزد اینها هست و اینها نباید اینها رو مجبور می‌کردن که برخلاف اون تعهدی که به سپرده‌گذار دارن عمل کنن. ولی این اتفاق افتاد و الان که سهام سقوط کرده، خب برای این صندوق‌های درآمد ثابت هم مشکل شده و شما می‌بینید که بنا هست که سری اوراق تبعی رو در اختیار این صندوق‌های درآمد ثابت قرار بدن. چرا اینطور هست؟ چون نگرانی وجود داره، مثل بحران 2008 آمریکا الان هم نگرانی وجود داره که اتفاق بیفته. در بحران 2008 آمریکا وقتی بحران تشدید شد که یک عبارتی در بازار وال استریت هست که میگن breaks the buck، یعنی اوراق درآمد ثابت یا صندوق‌های درآمد ثابت، به طور مشخص صندوق‌های درآمد ثابت نتوانستند ارزش اسمی خودشون رو حفظ کنند و متأسفانه سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته کار رو به اینجا کشونده و این افرادی که این سیاست‌ها رو انجام دادن و تصویب کردند، به نظر من الان باید در پیشگاه سهامداران، در پیشگاه بازار سرمایه و ملت شریف ایران عذرخواهی کنند و برای همیشه از بازار سرمایه، لااقل از مدیریت بازار سرمایه باید برای همیشه خارج بشوند. توانایی ندارند و مردم اینو تشخیص دادن. دقت می‌فرمایید. نکته دیگری که ما اینجا می‌بینیم در واقع این ده بندی مثلا این هست که ساعت بازار رو نیم ساعت اضافه کردن، حالا نیم ساعت کاهش بدن. آخه این چه نقشی در بازار داره که روی این مسائل متاسفانه تاکید میشه؟ البته توصیه این بود که وقتی که بازار سرمایه در اوج خودش بود، روزی بالای 20 همت معامله صورت میگرفت، توصیه این بود که ساعات معاملات رو در اون زمان گسترش بدهند. ولی این نوع اصلاحاتی که این ده بند رو من تقریبا میتونم خدمتتون عرض کنم که تک تک بندها یک نوع اصلاحات و سیاست های آرایشی بهداشتی هست که به عمق مطلب نمیپردازه. مهمترین مسئله که وجود داره یکی از دلایل رفع اعتماد نسبت به بازار و کشاندن بازار به این وضعیت فضاحتبار، مسئله صندوق و تثبیت بازار هست که متاسفانه در این ده بند به طور جدی مورد تاکید قرار گرفته. اگر این راهکار موفق بود که تا الان عمل میکرد و الان شاخص بورس ما بالای 2 میلیون بود. وقتی که شما بارها و بارها این ابزار مخرب بازار صندوق، من به طور قاطع خدمت شما عرض می‌کنم این صندوق تخریب بازار هست و مدیریت بازار وقتی روی این صندوق تاکید می‌کنه، نشون میده که جعبه ابزارش خالی هست، نشون میده که به اندازه کافی مهمات در اختیار نداره که بازار رو
کنترل کنه. من دعوت میکنم مدیران بازار رو که به عقلانیت برگردن، به علم و تجربه بشری برگردن، یک مقداری تواضع پیشه کنند، از صاحب نظران مشورت بگیرند، فقط خودمحور نباشند. بله میدونم که خیلی از افرادی که الان در سمت مدیریت بازار قرار دارند شاید با تجربه کاری بسیار اندک به بالاترین سطوح رسیدند. خب این رو قدر بدانند، این امانتی بوده که بالاخره به دلیل شرایط خاص کشور در اختیار این عزیزان قرار گرفته، ولی باید سعی کنند که تغییرات جدی به وجود بیارن. البته میدونم کارهای مثبتی هم انجام شده، من منکر اون کار در واقع سیاست های مثبت نیستم، اشاره میکنم بهش. مثلا اینکه در واقع پرداخت سود از طریق سامانه سجام یا انباشت سودهای گذشته رو دارن پرداخت میکنن، اینها کارهای بسیار مثبتی هست، ولی به طور مشخص دو سیاست باید تغییر بکنه و تا وقتی که این دو سیاست تغییر نکند، من باورم این هست که اعتماد به بازار سرمایه باز نخواهد گشت. یکی از این دو سیاست مسئله سیاست ارزی کشور هست که با توجه به اینکه در بازارهای جهانی وضعیت کامادیتی وضعیت مناسبی نیست، تا وقتی سیاست ارزی کشور به سمت ارز تک نرخی پیش نرود، بعید است که ما بتونیم بحران بازار سرمایه رو کنترل کنیم. پس راهکار مؤثر به جای راهکارهای آرایشی بهداشتی که الان عرضه شده، این هست که ما در واقع به طور مشخص نرخ ارز نیما رو به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک کنیم. اگر این اتفاق نیفته، من باورم این هست که دیر یا زود منابع ارزی اسکناس که بسیار هم ارزشمند هست برای بانک مرکزی، این منابع اسکناس بانک مرکزی تخلیه خواهد شد و شما خواهید دید که به سمت واگرایی پیش خواهیم رفت و تفاوت نرخ بازار آزاد از نرخ نیما شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر خواهد شد و یک بحران جدی شکل خواهد گرفت. من توصیه اکید میکنم به عزیزان یک مقداری با تواضع به سخن افرادی که بالاخره دلسوز هستن و صاحب نظر هستن در این زمینه توجه بکنن. اگر نرخ نیما رو به یک چیز حدود 30 تومان در شرایط فعلی برسونند، شاید بشود که هم بحران بازار ارز رو تا حدی کنترل کرد و هم بحران بازار سرمایه رو. بله. اما یه اصلی مشکل بازار سرمایه در قیمت گذاری دستوری هست. من به طور جد با هر نوع راهکاری که فعالان بازار یا مدیران بازار ارائه بدهند و تمرکز رو از مدیریت دستوری قیمتها منحرف کنه، به شدت مخالف هستم. به نظر من ریشه مشکلات در واقع قیمت گذاری دستوری هست و به طور مشخص مدیریت دستوری وزارت صمت هست و تا وقتی که در واقع ساختار وزارت صمت تغییر نکنه، طرز فکری که در وزارت صمت هست تغییر نکنه، نه فقط اعتماد به بازار سرمایه برنمیگرده، بلکه به طور کلی به نظر من سیاست‌های اقتصادی دولت متاسفانه احتمالاً با شکست مواجه خواهد شد. دکتر، شما تو بخشی از صحبتاتون به صندوق‌های با درآمد ثابت اشاره کردید. مشخصا سوال من اینه که آیا این بسته میتونه تهدیدی باشه برای ارزش اسمی این صندوق ها؟ نه خیر، برعکس هست. ببینید، این بسته خطری رو دیده که اومده عنوان کرده که ما اوراق تبعی در اختیار صندوق ها قرار بدیم، که اون بخشی رو که با اعمال فشار مدیریت بورس صندوق ها مجبور شدن سهام خریداری کنند، اون بخش ارزشش حفظ بشه. من بارها و بارها در این برنامه در واقع خبر در شبکه های خبری بارها و بارها اینو توضیح دادم که صندوق های درآمد ثابت و اوراق درآمد ثابت بخشی از بازار سرمایه هستند. به بهانه حمایت از سهام، صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق درآمد ثابت رو تضعیف نکنید، چون نتیجه این خواهد شد لاجرم که افراد آگاه هستند، افراد می‌بینند که در اقتصاد چه می‌گذرد و وجوه ارزشمند خودشون رو هم از صندوق‌های درآمد ثابت خارج خواهند کرد، هم اوراق رو خواهند فروخت و هم سهام رو خواهند فروخت. و من نگران این بودم که این وضعیت اتفاق بیفته و متأسفانه تا حدی داره اتفاق می‌افته. یعنی ببینید، وقتی که نرخ تورم از بازده انتظاری بازار سهام تفاوت جدی پیدا میکنه، دیگه افراد به سخن فعالان بازار یا به دعوت مدیران بازار یا به دلگرمی های مدیران اقتصادی کشور توجه نخواهند کرد و سرمایه خودشون رو از بازار سرمایه به طور کلی شامل بازار سهام و بازار اوراق خارج خواهند کرد.
و این منابع به سمت بازار ارز، بازار طلا و همینطور سپرده بانکی هدایت خواهد شد. این فرایند به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود، به نفع بازار سرمایه هم نخواهد بود. متاسفانه هشدارهایی که بنده دادم جدی گرفته نشد و وضعیت بازار رو به اینجا کشوند. به طور مشخص خدمتتون عرض میکنم هم در همین ده بندم به نرخ بازار بین بانکی اشاره شده که به باور بنده جهتگیری سیاستگذاری کاملا نادرسته. بله، حالا یه اشاره کوچیک کردید به بحث تاثیر اون در اقتصاد کلان، میخواستم یه مقدار ریستر بشیم توی این چقدر میتونه حالا غیر از تورم روی کسری بودجه اثر بگذاره؟ آیا میتونه اون رو هم متاثر بکنه این بسته؟ بله احتمالاً بتونه، البته مشخصاً ذکر نشده. ببینید این بسته اگر اقبال به سمت این بسته صورت بگیره، که من خیلی تردید دارم در این زمینه، حتی اگر اقبال صورت بگیره خب باید منابعی از بودجه کشور لاجرم در اختیار سازمان بورس قرار بگیره و البته ذکر شده که مثلا در اختیار صندوق تثبیت بازار منابع قرار بگیره. امروز 1000 میلیارد تومان هم واریز شد به صندوق تثبیت بازار سرمایه. بله دیگه، وقتی عرض میکنم آرایشی بهداشتی همینه دیگه، 5000 میلیارد تومان در مقابل بازاری که ارزشش بالای 5 میلیون میلیارد تومانه، یعنی 1000 ارزش بازار رو ما در اختیار صندوق تخریب بازار قرار دادیم که بیا در واقع به صورت رانتی بعضی از سهام‌ها رو افزایش قیمت بده که چه شود؟ آیا این راهکارها در گذشته مؤثر بوده؟ آیا اون نامه چند بالای 100 نفر فعال دلسوز بازار که نوشتن، من مطمئنم که این افراد دلسوز بودن، ولی از اون طرف هم مطمئن بودم که اون راهکارهایی که ارائه شد موفق نمیشد و دیدیم که موفق نشد. آیا واقعا این مسیری که تا امروز رفتیم موفق بوده؟ خیر، موفق نبوده. دقت میفرمایید ما مرتب از در واقع از اعتماد عمومی فاصله پیدا کردیم. نه فقط مدیر بازار بی اعتبار شده، نه فقط مسئولین اقتصادی دولت بی اعتبار شدن، امروز حتی فعالان بازار هم بی اعتبار شدن. ما باید حداقل من توصیه میکنم به فعالان عزیز بازار به حال خودتون دلتون بسوزه، برای خودتون دلسوزی داشته باشید. دقت میفرمایید این راهکارها به نتیجه نخواهد رسید. پنج همت ما از بالاخره از یک منابع عمومی و دولتی بالاخره تأمین کنیم، در اختیار صندوق تثبیت قرار بدیم که به صورت رانتی چند تا سهام رو در میان 700 تا سهم، 4-5 تا سهم، 10 تا سهم رو ما بگیریم و تقویت کنیم و این اطلاعات در اختیار افراد خاص قرار بگیره. این نه فقط اعتماد به بازار باز نمیگرداند، بلکه اعتماد رو از بازار در واقع سلب میکند و همین یکی از دلایلی بوده که این اتفاق افتاده. شما دقت بفرمایید نقش صندوق تثبیت به صورت کلی این هست که در شرایطی که بازار نزولی هست جلوی سقوط بیشتر رو به صورت خیلی آرایشی بهداشتی و به صورت خیلی ملو بگیره، ولی در شرایطی که بازار شروع میکنه به بازگشت، همین صندوق با فروختن در واقع سهامی که در اختیار داره برای آمادگی برای سقوط بعدی صندوق تثبیت چاره ای نداره مگر اینکه به محض اینکه بازار شروع کرد به رشد کردن برخی از این سهام رو بفروشد و در واقع جلوی افزایش بازار رو وقتی که بازار شروع میکنه به جذب اعتماد و جلب اعتماد عموم، متاسفانه صندوق تثبیت بر علیه در واقع بازار هم عمل میکنه. بازار رو به حال خودش رها کنید، خیلی بهتر از این عمل میکنه. این نوع دخالت ها کاملا مضر بوده به حال بازار تا امروز. دکتر، تورم رو چقدر میتونه تحت تاثیر قرار بده این تصمیم؟ بله، ببینید اصلا کلا در واقع پس ذهن افرادی که این سیاست ها رو مطرح کردن این هست که ما اگر که تلاش کنیم در جهت اینکه تورم رو تشدید کنیم یا تورم بالا رو نگه داریم به نفع بازار سرمایه است. من به عنوان یک استاد اقتصاد، به عنوان کسی که از سال 1371 در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشتم خدمت شما عرض می‌کنم. بالاخره من سابقه گسترده، سابقه طولانی داشتم در بازار سهام ایران و در بازار بین‌المللی هم البته حضور داشتم. من بر اساس تجربه گذشته خودم خدمت شما عرض میکنم که تورم وقتی افسار گسیخته بشه، وقتی از یک حدی بالاتر بره، عمیقا به ضرر بازار هست، به شدت به ضرر بازار هست. و برعکس وقتی که سیاست های ضد تورمی جدی گرفته میشه، به شدت به نفع بازار هست. من روی این مسئله تاکید میکنم. مثال میزنم، در زمان ولکر وقتی از سالهای 1981 و 1982 سیاست های انقباضی در پیش گرفته شد و
آحاد مردم امریکا و به خصوص سهامداران در اونجا متوجه شدن که آقای ولکر جدی هست. یک چیزی حدود 9 ماه بازار سرمایه با رکود مواجه شد و بعد از این 9 ماه دقت بفرمایید ما چقدر از مثلا مرداد 99 گذشته و هنوز ریزش بازار ادامه داره. اگر ما سیاست دیگری در پیش می‌گرفتیم الان وضعیت کاملا دگرگون بود. بعد از 9 ماه فعالان بازار در امریکا متوجه شدن که سیاست ضد تورمی به معنی کاهش نرخ در واقع نرخ تنزیلی هست که ارزش ذاتی اوراق بر اون اساس تنظیم می شود. از طرف دیگر سیاست ضد تورمی باعث می شد که بازارهای رقیب بازار سرمایه در رکود بیشتری نسبت به بازار سرمایه بروند. این شد که بزرگترین شاید صعود بازار در تاریخ آمریکا، یکی از بزرگترین صعودها حداقل اگر بزرگترین نبوده چون دات کام هم بعدش داشتیم، اما یکی از بزرگترین صعودهای بازار دقیقاً بعد از سیاست‌های ضد تورمی آقای ولکر اتفاق افتاد و افراد بسیار سرخوش بودند، خرسند بودند از این سیاستی که در پیش گرفته شده. چرا؟ چون ارزش واقعی ثروت افراد در بازار سرمایه به شدت افزایش پیدا کرد. راهکارهایی که این روزها افراد به صورت متعدد در این بازار مطرح کردند، مثل دامنه نوسان نامتقارن، مثل بازارساز و این جور مواردی که مطرح شده، الان دیگه کسی در موردش صحبت نمی‌کنه. این بازارسازی که در ایران صورت گرفت یک فاجعه ای بود، این بازارگردانی که در ایران صورت گرفت یک فاجعه ای بود در تاریخ بورس‌های دنیا. یعنی ما به جای اینکه بازارگردانی انجام بدهیم، منابع نقد داخلی شرکت‌ها رو تخلیه کردیم و اینکه الان بازار بیش از حد سقوط می‌کنه یکی از دلایلش همون بازارگردانی است که انجام شد و بنده از روز اول مخالف بودم و بسیاری از افرادی که امروز نتیجه رو دیدن و مخالف هستن اون روز تاکید می‌کردن بر اینکه این بازارگردانی شکل بگیره. بنابراین اگر من بخوام توصیه‌ای داشته باشم، توصیه بنده این هست که جلوی سیاست‌های تورمی رو بگیرید. عرض کردم خدمتون منابعی که برای برخی از بندهای این برنامه در نظر گرفته شده از بودجه عمومی داره تأمین میشه، از منابع عمومی داره تأمین میشه و در نهایت این تأمین منابع به ضرر بازار خواهد بود چون نرخ تورم رو افزایش خواهد داد. برخی از افراد یک اشتباه مصطلحی، یعنی خیلی هم رایج هست در بازار سهام ما، وقتی که میان در مدل کپ ام میخوان در واقع نرخ بازده سهام رو محاسبه کنن و بعد مثلا از این نرخ استفاده کنن و یک weighted average cost of capital یا WACC به دست بیارن که نرخ تنزیل رو به دست بیارن برای اینکه ارزش ذاتی سهام رو به دست بیارن، متاسفانه یک اشکالی صورت گرفته و اونم این هست که نرخ اوراق یا نرخ سپرده بانکی یا نرخ بازار بین بانکی رو در اینجا قرار میدهند. دوستان عزیز این اشتباه خیلی بزرگی هست. میبینید که چگونه دارید صدمه میخورید در بازار. به صحبت بنده توجه کنید. پشت مدل کپ ام یک در واقع طرز تفکر وجود داره. این مدل کپ ام رو باید شما روح مطلب رو درک کنید و روح مطلب این هست که شما بازار سهام رو در مقابل بازار آلترناتیو قرار میدید و چون در امریکا و کشورهای پیشرفته بازار آلترناتیو معمولا بازار اوراق بدون ریسک هست، پس ما اونجا نرخ بدون ریسک رو قرار میدیم. ولی در کشور ما بازارهای متعدد دیگری بازار آلترناتیو هستند که باید نرخ بازده انتظاری بلند مدت بازارهای آلترناتیو رو در مدل کپ ام قرار بدید. حالا من نمیگم که همون نرخ تورم رو در نظر بگیرید، ولی به نرخ تورم بلند مدت این نرخ خیلی نزدیک است و باید بالای نرخ تورم انتظاری بلند مدت باشه. من برداشتم این است که نرخ تورم انتظاری بلند مدت در ایران بالای 30% هست. پس نرخ تنزیلی که به عنوان نرخ بدون ریسک در مدل‌های خودتون قرار میدید باید بالای 30% باشه. اینو دقت بفرمایید. و عجیب اینجاست که اگر شما نرخ بازار بین بانکی، نرخ سپرده و نرخ اوراق رو افزایش بدهید و این افزایش در حدی باشد که تورم انتظاری کاهش پیدا بکند، لاجرم نرخ بدون ریسکی که در مدل هاتون قرار میدید کاهش پیدا خواهد کرد. این نکته بود که من عرض کردم ولی شنیده نشد متاسفانه و کار به اینجا کشیده که چنین راهکارهایی مطرح میشه که سازمان بورس از مثلا از بانک مرکزی میخواد که نرخ بهره رو بالاتر نبره و میبینیم که چون یک جو روانی شکل گرفته هر وقت نرخ بهره بالا میره
بر اساس اون اصل سلف فولفیلینگ پروفسی، وقتی که همه فعالان بازار به یک مسئله اعتقاد داشته باشند، هرچند اون مسئله غلط باشه، ولی میبینیم که تاثیر خودشو در بازار میگذاره. این نوع سیاست ها مؤید یک سری جریان های فکری نادرست است که در بازار هست و از این جهت هم به نظر من مضر خواهد بود و اعتماد عمومی رو جلب نخواهد کرد. بله دکتر، من دو تا سوال کوتاه ازتون میپرسم، اگر شما هم کوتاه جواب بدیم ممنون میشم. یکی این که تا حالا سابقه داشته در حالا کشور خودمون چنین تصمیماتی مشابه گرفته بشه درباره بازار سرمایه؟ در دو سال گذشته که موارد متعدد، یعنی این ده بند هم دقیقا در گذشته تکرار شده. بله اشاره کردید. ولی ببینید، آیا شما باید یه سوالی به نحو دیگری بپرسید، که آیا در دنیا شده یک چنین دقیقا سیاست؟ سوال بعدیمون همین بود که در دنیا هم چنین تجربه رو ما داشتیم یا نه. خیر، در دنیا متوجه هستند که اندازه بازار سرمایه بسیار بزرگه، متوجه هستند که بدون جلب اعتماد عمومی نمیتونن وضعیت بازار رو کنترل کنن. در ایران دارن سعی و خطا میکنند و مسئولان بازار مشغول آموختن هستند، مشغول کسب تجربه هستند. البته این کسب تجربه برای میلیون ها ایرانی بسیار گران تمام خواهد شد، ولی روزی خواهد رسید که اینها اقرار خواهند کرد که در واقع راهکارهایی که در پیش گرفتن اشتباه بود و به نتیجه نخواهد رسید. من به شما اطمینان میدم که این راهکارها به نتیجه نمیرسه، هرچند که ما در حضیض بازار هستیم. البته من برداشتم این است که حتی سال گذشته هم قیمت بازار قیمت متعادلی بوده و الان هم قیمت متعادلی هست. باید به این مسئله هم توجه کنیم که متاسفانه در یک سال گذشته وضعیت سوداوری شرکت ها از نرخ تورم جا مانده تا حدی. یعنی وقتی رشد سوداوری شرکت ها رو نگاه می کنیم، یک چیزی حدود 20 تا 40 درصد هست، در حالی که نرخ تورم بالای 40 درصد بوده. این وضعیت بسیار وضعیت خطرناکی است و توجیه می کنه روند ریزشی بازار رو. باز هم دعوت می کنم همه مدیران بازار، همه دلسوزان بازار، فعالان بازار رو دعوت می کنم که اگر می خواهند که وضعیت بازار تغییر کنه، فقط و فقط و فقط روی سیاست دستوری، قیمتگذاری دستوری در بازار ارز و در میان شرکت‌های صنعتی تمرکز کنند. اگر این قیمتگذاری دستوری اصلاح نشود، ما به جایی نخواهیم رسید. آقای دکتر خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو توی گویدون پذیرفتید. خواهش میکنم، از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. خدا نگهدار.